پایتخت تونس پس از پشت سر گذاشتن حملات نظامیان و شبه نظامیان حامی رئیس جمهوری سابق این کشور، بامداد یکشنبه را در حالی در آرامش نسبی سپری کرد که مردم کنترل محله‌های خود را در دست گرفتند. دو تن از شهروندان به خبرنگار اعزامی یورونیوز میگویند ما میخواهیم که نام میدان 7 نوامبر که یادآور روز روی کار آمدن بن علی است به نام روز 14 ژانویه که روز انقلاب است تغییر یابد. ما میخواهیم تونس مانند گذشته و حتی بهتر از آن باشد. خدا را شکر امروز اوضاع بهتر است و شهروندان از محله های خود محافظت میکنند. ارتش تونس با به خیابان آوردن سلاح‌های سنگین سعی در برقراری آرامش دارد. از سوی دیگر تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی است که یکی از عکاسان خبری تبعه فرانسه در پایتخت این کشور به ضرب گلوله لباس شخصی‌ها کشته شده است.